سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من بالاخره سلام سلزی داکتورز دو هم رو انتخاب کردم. خیلی خوش اومدین بچه هایی که دارین قسمت سوم داکتورز دو رو میبینین و ما رو توی ساخت محتوای سری سلز دارین همراهی میکنین. اونایی هم که جدید اومدین حتما کانال رو یه بالا پایین بکنی، کلی ویدیو گیم هست که میتونین ازش استفاده کنین. اگه خوشتون اومد حتما کانال رو ساب کنین. طبق معمول توی سری سولز به همراه امید صدیق ایمانی، همون امید لنون خودمون، در خدمتتونیم. قبل اینکه سلام علیک بکنه، اطلاعات امید رو بعد از دیدن ویدیو توی کپشن ببینید. تویچش هست، اینستاگرامش هست، یوتیوبش هم هست، حتما همه رو دنبال کنید. استریم میکنه، یوتیوبش مخصوصا تو اولویته که سریع باید 1000 نفره بشه. یه سری ویدیو بسیار جذاب انحصاری هم امید قراره واسه یوتیوبتون بذاره که ترجیحاً حتما یوتیوبش هم دنبال کنین که بتونین اون ویدیوها رو ببینین. امید بیا سلام علیکم. خب سلام، چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم چه خبره سوز؟ هر چیه که من میخوام اولش بگم هاشم میگه، در نهایت من دیگه حرفی ندارم دیگه. بریم که فقط مستقیم قسمت سوم رو داشته باشیم. آها مخبار. خب آقا کدوم گوری واسه برم؟ الان کجایی؟ الان توی پیش دخترم، همون جایی که دختره بود سلام علیک کردیم توی بونفایر. الان که دیگه دختره نیست دیگه طبیعی. آره خب ببین، الان کلا یه مسیر وجود داره دیگه. یه مسیر توی این شکل دایره‌ای که داری میبینی به یه سوراخ. آره میری توی سوراخی. خب اینجا رو بعد سولو بری. اوکی من اینجا کمکت نمیتونم بکنم. اوکی پله ها رو چرخشی بیا پایین. بله. وقتی چرخش میای پایین سمت چپ یه مسیره، ولی نرو بیشتر رو زمین، سمت راستت بچرخ زیر پله یه آیتم رو بردار. آره دیدمش، مناستر چار. بله دیدم. خب برای حالا اون مسیره رو ادامه بده بیا جلو، یعنی اون چپه که گفتی نرم و الان برم. آره چی؟ میگم اون چپی که گفتی برم و نرم و الان برم پایین پله ها. صدامو داری امید؟ من یه لحظه صدا تا قطع شده داشتم. چیه؟ دوباره میگم پایین پله ها دست چپ اون راه رویه که گفتی نرو برو آیتمو بردار الان برم. آره یا برگردم؟ آره الان برو جلو. نه الان برو جلو. اوکی اوکی همینو میتونی بری جلو. یه مقدار میای جلو سمت راست دیگه، نه این نایت گنده هاست. آن دیگه واقعا کاری نداره زدنه. سه چهار تا میزنی و میخوابه زمین. خب وقتی کشتیش بگو تا بهت یه توضیح بدم. اوکی یارو یه سوراخی داشت گارد میکرد، ولی اون سوراخه رو ول کن. ادامه همون مسیری که داشتی میرفتی رو برو جلو. یکی دو تا آیتم رو بردارم. آیتم رو آره سه تا آیتمه، هیومن افلیجی و دارک تروچو اینم هست. آره سول آف افلیجی دیگه، فلج دیگه. هیومن افلیجی دیروز گفتم افلیجی بعد بخیه. نه دیگه از قسمت قبل شد افلیجی دیگه، مگه نشنیدی گفتم هیومن فلج رو برمیگه. آره آره خب بریم تو سوراخ. خیلی که ازش محافظت. آره بیام تو سوراخه. سوراخی که ازش محافظت. بیام تو سوراخه. سولاخ چه سولاخی. چه سولاخی. پله ها رو اومدم پایین. پایین کامل. آره میای مسیر جلو تا میخوری به یه دوراهی سمت راست و سمت چپت یه مسیره. سمت چپت یه نه از اون نایت هایی که شیل خودمونو داره است. برو سمتش و حتما از پشت بکستر روش بزن تا یاد بگیره که با بزرگترش درست صحبت کنه. خب بیا داداش. خیلی جا تنگه ولی یه بکستاب بخور و یکی دوتا ضربه تبر تمومه. از راستش میشه چیز کرد؟ راست با چه فرق نمی کنه. خیلی چیز تنده. آره ببین که دارسوز دو کامل هم نباید بری پشت بک رو بزنی. زدم بکستاب و پاشو دو تا هم میخوره و میخوابه و میخوره و میخوابه. خوابید. خب کنار یارو سمت چپش یه دونه جعبه است که تو این جعبه یه آیتم خیلی خیلی خوبه.
اسم بله. سابلایم بون داست. سابلایم بون داست حالا کارش چیه؟ سابلایم بون داست در طول امیر هفته ازش وجود داره. کاری که میکنه شما این سابلایم بون داست رو توی بونفایر مجولا وقتی بسوزونیش یه گزینه داره به اسم برن توی خود بونفایر مجولا. خب وقتی بسوزونی اونو عملا نقش اون فایر کیپر سوله دارسوز یک رو داره، استوست قدرتش میره بالا، یعنی پلاس یک پلاس دو اینا میگیره. اوکی خب پس اینو باید یادمون باشه که توی هفت تا هم داریم، یعنی تا هفت تا پلاس میتونیم ببریم. حالا برگردم مسیر راست، هفت تا پلاس میتونیم ببریم. اینو دقت کن که هفت تا ازش باید پیدا کنیم، تازه ما یه دونه پیدا کردیم. آها اینو که متوجه شدم. حالا مسیر رو بیا جلو، همون راستی که گفتی نرم برم چپ و برم الان. آره اوکی، یه راه رو دوره جلو تهش یه راه رو دست آره سمت راست یه راه رو بعد یه به یه آسانسور. خب آسانسور رو بیام بالا، آسانسور رو میایی پایین میره. آره بالا، بالاش گنبده داره میره پایین، گنبد کاووسه. خب خب واسه اینکه در آسانسور باز شه بعد از اون چیزی که روش وایسادی بیای کنار. اوکی. در آسانسور اون پایین باز شه. باز شد. وقتی میای پایین یه راهرویی که کفش آبه. درسته. یه کوچولو که میای جلو یعنی می اینجاها باید پاشه. سمت چپ هم سمت یه راهروه ها، چیزی نیست که. نه اون راهرو اول که بسته است. اصلا چیزی نداره راهرو اول. رید میسیجشو بذار بخونی. آه پاش. خب انمی رو میبینید که بک استپ میکنی. بله با یه بک استپ زیبا پس این انمی برمیه و موچه که کله پاچه شیر باشه بدبخت. حالا تمرینه دیگه میکشین. دست چپمون دوتا چشمن شبیه وزق توی دارک سورز یکم از این وزقها بودن. آها دارک سورز یکم دقیقاً دقیقاً ممه بود چششون. اونا رو سریع بیا که بعد چششون هم نبودی یه دونه است یا دوتا است. این هم بکستن ازشون یه دونه است. اوه دو اپا فقط اون چیزش نگیده تا نه بابا سه تاشون رو زدم. دوتا سرباز بودن با این کورمگوره و کستف هم نداشت. ستا رو زدم. خب حالا یه مجسمه تهه میای جلو، یه مجسمه جلوته که اصلا میگه استاتیو بلاکس یور وی. اینا رو با یه آیتمی به اسم فرگرانت برانچ آف یور. خب یه آیتمیه که ازش هم خیلی کم تو بازی وجود داره ولی با اونا فقط میتونیم اینا رو باز بکنیم. پشت این یه دونه آیتم خیلی خیلی خفنه. ولی الان نداریم. باید. اوکی. آره الان نداریم. بیا بیرون بیا سمت. خب ببینیم بچه ها این تیکه آموزش داد امید، ولی سر آموزش ما سه تا رو زدیم میتونستیم نزنیم. خب آره. همون مسیر رو دارم میام جلو. خب یه جلو آره میخوری به یه سوراخی که تو دیوار ایجاد شده. دست چپ هم یه راه روه یه بسته است. بسته است هیچی توش نیست؟ آره هیچی توش نیست، بسته است درست. سوراخو بیام تو؟ اصلا راهت اینجا کاملا واضحه، میای و میخوری به یه بونفایر. آره سوراخو بیا داخل. به این سوراخ تاریک نمیخورد بخوره به بونفایر. آره تو یه امضا هم بچه ها زدن که داداش بونفایره بونفایره. خب بونفایر رو زدم. اوکی تو اینجا میای یا بازم باید برم؟ حالا آره اینجا میام ولی یه سبیه مجولا. آها میخوای استوس فلاسکمو آره پلاسش بکنیم، یعنی قدرت استوستو بیاریم بالا. تعدادشو نمیخوایم بیاریم بالا، درسته. تعدادشون با آیتم استوس شارد میاد بالا. اونجا یه چیزی میبردیم پیش زنه چیز میکرد تو زندان بود. امرالد میبردیم حالا. آره اونجا پیش دختره میبردیم. آره هم پیش اون میتونستیم ببریم، هم پیش خواهر کوئلگ میتونستیم ببریم، لیدی که
عنکبوت بود. و همینجا وسط بغل بونفایر بسوزونمش؟ نه، تو بونفایر بشین. همیشه تو گزینه تراول رو میزنی، اما الان گزینه برن رو بزن. تو آیتمات، آیتم سومت سابلاین داست. درسته. وقتی میسوزونی میگه سام فورس هر استرنگ استوس فلاسک. درسته. وقتی بلنشی وایسی استوس فلاسک تو نها کنی زیرش نشه به اضافه یک. آره الان وایسا تا اینجای من یه خود چیزم بخرم، 4000 تا پول دارم، یه خورده چی اسمش لایف جم بگیرم. آره آفرین، لایف جم بخری که 4000 تا داریم، چرا که نه. یه توضیح هم بهت بدم، فکرم در 12 تا بتونی بخری. یه توضیح بهت بدم، تو الان دو تا تبر داری درسته؟ من الان یه دونه که برداشتیم، یه دونه هم تو دستت دیگه، یه دونه که رو زمین برداشتیم تو قسمت قبل، یه دونه هم خریدیم. آره درسته؟ که یکیش الان تو دستته، اون یکی هم بذار کنار اون یکی وپنت که اگر این داشت میشکست اون یکی رو سریع اکویپ داشته باشه. خب بذار یعنی عوض کنه سریع. آره اگر داشت میشکست اون یکی وپنه رو داشته باشی. اون یکی یعنی ببین این الان لولش اوکیه چون الان اومدم اینجا، ولی اون یکی رو بذارم بغلش چجوری عوض میشه با همون ایگرک در واقع اگه پلی استیشن باشن؟ دیپاد راست. آها یکی دوتا. آها آها وزنم رو یکم زیاد نمی کنه؟ نه اوکیه الان که فعلا جفتش پنجاست. آره بذار توضیح بدم چی؟ واسه اینکه متعجب بشی یه استارتتو بزن تو اکویپمنتت بیا. اومده اینو میگم که بچه هم یاد بگیرم. اومده تو اکویپمنت. آره سمت راست پایین رو ببین کنار همون رو دیدم. آره درصدی که میبینی چند درصده؟ سمت راست پایین سولم تو اکویپمنت پنجا از پنجا رو میگی؟ آها اون پایین 69.6% آها اونجا رو میگی؟ آفرین 69.6%. اگر اون بشه 70% و به بالا رول کردن تو یعنی داد زدن تو سنگین میشه. آها با همیشه حواسه اون باشه این زیر 70 باشه. زیر 70 باشه آفرین. آها الان 69.6 هم یعنی لب مرزم، یه چیزی بندازم رو خودم دیگه. آره آره میخوای یه امتحان بکنی یه چیزی مثلا دوباره دستت بگیر که بره روی هفته که بچه هم ببینن. مثلا تیرکمون رو اضافه میکنم اون پایین شد 71.5. آها داره قشنگ ویبره میزنه دستم، داج میزنم. ولی میام اینو مثلا با ایکس بود دیگه برمیداشتیم دیگه ریموف میکردیم برمیدارم شد 69. چجوری حالا اینو کم میکنیم؟ اینو من همیشه توصیه که به بچه ها میکنم این که میگم با بالا بردن وایتالیتی شما میتونید این اکویپلود یا قدرت وزنتون رو ببرید بالاتر. آره وایتالیتی اون الان 10 کردیم فعلا با این چیزایی که داریم جوابه. آره خب حالا بیا توی هم بونفایر آخر بونفایر نومنز وارف. کجا رفتم؟ اینجا یه حقیقت خیلی خفنی درباره بازی متوجه میشیم. نومن وارس میام اینجا آنسین پس تو هایده که نه ببین یه لند جدید باز کردیم دیگه. آره آنسین پس تو های زیرش نوشته که The Tower Apparat. ببین نه کن آها اون بالا زیرش بود. آها فهمیدم اون بالا و پامنش هم بالا رو میدیدم. آره آره اون فرق نمی کنه هر شب الان چیزش میکنه اصلا فرق نمی کنه. اوکی من بلند شدم. خب من حالا ساینم رو میذارم روی زمین. بکش پایین میگم بکش پایین بزن امضا رو جان بکش پایین. آقا متاسفم از اینکه این آشان تا الان میگو بکش بالا لینکو الان میگه دیگه بکش پایین. بکش پایین چقدر اینجا شبیه
اون گهدونی تو سولز یکه، یه جایی بود رفته بودیم. ایز بلاک تاون؟ نه یه جایی بود انا گوه رو زمین بود که یه راه هم پیدا کردیم، یه لند دیگه گفتی بزن تو دیوار. خب دیگه بلاک تاون بود دیگه. آرش ببین بلاک تاون این اینو من خیلی بلاک تاون نمیبینم پیشه چیز، یه لند کثافت مستقله، واقعا هم کثافته، ولی به کثافتی بلاک تاون نیست، ولی لند کثافت تر از این هست توی دارک سولز دو. ما قراره پس این ور بریم. آره چرا پشت سرمه داشتم انتروازی در می آوردم. خب امید لنون اوکی انا آقا حالا بیای بالا واسه در میارم. بخوای الکی هم بزنی ببینی چه جوریه. الکی بزنم؟ الکی بزن شیل و بلند کن. آره آره زدم شیل و بلند کن جیل. آره بیکار بودم نبودی تو دور بونفایر داشتم شیل می زدم. باشو باشو. اوه اوه چه ویبره ای هم خورد. امید اومد ویبره رو زد. سلام ای امید قنبل. هلو امید وایسا همینجا وایسا. امید بگم ببین امید دقت کن این ور رو میبینی؟ درسته میبینی دیگه. درسته ما قراره بریم این ور. اوکی پس شما که اینجا وایسا دی مثل دست خر، خب خیلی حواست رو جمع کن با من بیا بریم. ولی تو عمران من اومدیم چه حالی داد. بره انتظار اینو نداشتیم. دیده اتفاقا میخواستم یه سناریو واسهش بچینم ولی گفتم چقدر لوسه من دیگه بگم. بعد دیگه بدونی که بگم خودکار مغزت کشید. چقدر یواش داره میره. امید سپرم بالا گرفته یه خبری. آره بخاطر اینکه الان اینجا چه تیر میاد. میخوام یکم محیط رو ببینی. کشتی اون بغل رو میبینی؟ آره سیافتیفز هم بوده اون موقع تو سولز. آره حالا دلیل این که اینجا کشتی ترکیده و اینا رو متوجه خواهی شد. یه کشتی هم سمت راست اون تایی که سالمه. دقیقا قبلی که بگی روش وایستاده بودم و خیلی ست شد دیالوگت با تصویری که گرفتم. کارگردانم دیگه لعنتی. آبا کارگردان ببین نکنم الان یک کاری میکنم بخندیم. وایسا 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 وایسا. آها دیگه آها برو خونه تون. ایوه دیگه سپر نگرفتی که شیلی تکم بگیر بالا بیا. آها تیر اومد به سنگ. یه نفر الان پشتم میاد اینو بزن. زدم باش. ببین به انمی ها اینجا دقت کن انگار دوز دریایی چیزی هست. این آیتم رو بر نداری ترجمه میشی؟ آره. چرا بیا این پایین بردار. اوه اوه چقدر آبش کندم کرد. وز داشت من اشکت آبش رو خیلی دوست دارم. آره مثلا دارم خب یکی هم بالا بالا بود بالا بود. آها این پشت همون یه انمیه. ای توف دوش اوکی. یکی هم بالاست اینجاست. کش یه نفر خب آیتم اینجا برداشتی؟ آره این آیتم پایین آره اینجاست. گفتم یارو چرا نیست. امید رفتی تو سورا؟ من پایدم پایین هم. نه هم پریدم پایین. آها فکر کردم پرد شدیم اونجا. بیا خب بریم جلوتر. حالا میخوام یه کاراکتری این جلوتر بهت نشون بدم روانتو بریزم به هم. بده ببینی این طول سعی هم که خوش بگیم دو سه تا هستن مورد از داره بخوشه. ای انا با آیستا چرا هی چیزاش عوض میشه؟ این بک استپ نمیخوره. خودم رو نمودم بر ران کرد که تمام کرد. چه اینجوریه ضربه؟ آها میخوره به لبه این چوبه. خب
نشد بک استاپ بزنم دیگه، خیلی تنگ گوله گفت. ولی کار ران کرد که تمام کرد دیگه مثلا. یا باره بابا. حالا. به این یارو نها کن. هی فکر کردم باید حرف باید باش بزنی. میره اینجا رو میکشیم. خب. خب. بذار سول این امیدم برداریم. اینجا هم یه آیتم نه هم اینجا چیزی افتاده، یعنی اینجا باید آیتم باشه چه؟ آره درنگ پی نمیدونم چی بود، این پشتی چی نبود دیگه؟ نه دانگ پای احتمالا. آره. خب این جلو این آقا هم اینجاست، هم میکشم یه دونم سگ اینجا هست اینا از این خلق. حالا بیا پیش عشق من. بیا پیش عشق تو. واقعا من مخلص شما هم عشقم. با ایشون صحبت کن. اوها. دختره. آره. این نقش سولیر و دارک سولز. میگه من نمیشناسم تو، تا من نمیشناسی. فاصله بگیری بس هم دیگه. آره. تو خیلی یکم تو یکم عجیب تر است، تو جز عجیباشونی. بعد به صورتش نگاه کن، ماسک به صورتش داره. آره میگه معمولا مردم این ماسک رو میبینن فاصله میگیرن. لاکچی لوکاتیل لوکاتیل اف میرا. آها این اهل یه سرزمینیه به اسم میرا. گفت اومده اینجا یه چیزیشو بگیره، یه سولی رو بگیره. این اومده دنبال یه سولی که مدعی مال اون بوده. این اومده دنبال یک آدمی. آدمه. دنبال داداشش اومده این. داداشش رو گم کرده، اومده دنبال برادرش. میگه که اگه که آقا پایه باشی بریم کمکم کنی، منم کمکت میکنم. شمشیر منم همیشه تو کونته. دقت کن. قدرتش تو حرف زدن و اطمینان و اعتماد به نفسش تو حرف زدن میبینی دیگه. اصلا استایل وایستادنش هم استایلیه که مثلا من اوکی هم. آره مؤدبانش رو گفتی البته. بله بله. خب دیالوگاش تکراری شد. اوکی تموم شد. خب اوکی. اسمش چی بود؟ واسه اینکه لوکاتیل. لوکاتیل واسه اینکه کوستش ادامه پیدا کنه. ما سر این باسی که حالا میزنیمش امروز سامنش حتما میکنیم. اینو باید تو سه تا از باس فایت ها زنده نگه داریم، این یک. آها. و توی چهار نقطه از بازی اینو ببینیم و باهاش حرف بزنیم و توی اون نقطه چهارم این یهو داستانش رو تموم میکنه واسه. و NPC Dark Souls اصلا فازشون اینطوریه، داستاناشون توی نقطه‌ای به اتمام میرسه که حالا میریم جلو میبینیم. این میگم نقش به نظر نقش سولیر Dark Souls 2 این خیلی هم کاراکتر جیگریه. لوکاتیل. آقا پا بچه ها چی شد؟ تو سه تا باس فایت نباس بذارین بمیره، چهار جا هم میبینینش که یه جا دیدیم، یعنی سه جا دیگه باید ببینیمش، سه تا باس فایت هم سامنشون کنیم. اینم یه نکته بگم، اگر مثلا هر سه تا باس فایتی که زنده میذارین یه دونه باشه هم ایراد نداره. من تو یه پلی ترو باشه، یعنی اگه پرتغال استاتیک بزنی و اینو سه بار روی یه باس فایت زنده نگه داری این چیز میشه، اینم باس کوستش جلو میره. اوکی. آها پس میتونیم اون حرکت بعد اگه بمیره یه جا چی پریده دیگه واسه هم میشه؟ نه 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 پرو، یعنی فرصت داری تو اونجا بمیری. آره بهتره که خودت هم بمیری تو اونجا که این باسش تموم نشه دیگه. آقا دقت کنین، یه سری ها سولی رو کشتن چون لباسش قشنگه، اومدین اینجا دیدین لباس قشنگه نکشین ها، باریکلا برو بری این لباسشو اصلا کوهستشو تا تبردی لباسشو بهت دیده. آره وحشی بازی در نمیرین برو. آره یکیو بزن بیشیم بابا بخواب. آفرین. خب اینجا ها رو خیلی باید مواظب باشیم. چرا؟
جلد بالا. نه این به خبر نیست، خبر نیست، خبر نیست. برو برو از جلوش هم دور شو. کجا میری؟ برم پایین. آره آره بکنم میگی برو بالا. من که هیچ برم انتر. خب ترسیدم. یه سگم اینجاست. سگه رو بزن تو، تو سگه رو بزن، سگه رو بزن. اما من مرد، یه چیزی از دخمه بردارم. اه این هم یه چیزی داره گویا. چقدر سول مول داد به هم. بزن من یه حالی این بزمجه پیر بدم. بزمجه پیر به پا. خب مرد. حالا خب این از این یه دونه بازه و تیره باش. این کی ها کجا تیره آتشی نه. ببخشین عذر میخوام. تمام واسه اینکه راحت تر جلو بریم اونجا رو نظری تر تمیز میکنم. من اینجا خیلی دید ندارم، بذاری کم بریم بالتا من اینجا میتونم بزنمش. دید دارم ولی اینکه بتونم بخوش همش رو نمیدونم. و مرد مرد بریم. اوکی حالا این انمی هم به پایین ها رو اینا میتونن بلید بزنن بود ولی بک استاپ میشن مثل بنز. آیا وقتی بلید میشید اینجوری خیلی خبره خوبی نیست. بدنت یه مقداری کند میشه وقتی بلیدینگ میخوری او و خیلی زود بلیدینگ میکنن اینا. نقطه ضعف اینا هم آتیشه، یعنی با شعله آتیش بری سمتشون یا فایر یه مقداری چیز میشن. نه مثلا شعله آتیش بگیروشون چیز میشن به شخ میرن خودشونو میکشن عقب. یه بود باشو باشو درد نخور. کار ران کرد که تمام کرد. میفرمودین استاد بزنیم بیاد جلو، بزنیم بیاد جلو. این همه ببین چه بک استپ نخور رفتی پشتش. یکی داره اون بر میزنه. کیه؟ خب. من کاری میکنم که دیگه نزنه بپا نیفتی. من سپات براشتی شده دهن کوسه نیفت. آره من هم اینجا سپر گرفتم جلو. بله خب از اون دوست داشتی همکاری رو دیدی؟ اینجا این تایش میراکله، این میراکله رو بردار بپا نیفتی فقط. اوه امید اومده جلو دره میگه بپا نیفتی. یه لارج سول بود آقا با یه میراکل. نه یه نه میراکل لارج سول هم بود. یه دانه باشه تو این در باست. من که در نمیتونم باز کنم. قرار اوه یا اول فاس. تو میتونستی در باز معلومه که میتونستم در باز کنم. آره اونو بزن اون نمورده همه هاشم. اوه اوه وای سم همیشه مطمئن شو. سمی نکرده تو بلید زده رو بلید یه مدار بدن تو کند میکنه. آها خب این هم بذار بخوریم. آها اهمیت چیزو میبینی چقدر زیاده دیگه. آره لایف جمه خیلی خوبه قشنگ. این کیه؟ همیشه؟ خب خب آره تو در نمیتونی باز کنی بچه کور. خب اینو باز کن، اینو باز نکنی. اینو؟ اینو باز کن. آره این توش گریت سورده، شمشیر مورد علاقه من توی بازیه. که این میگی یکی از بهترین شمشیرهای بازیه.
به نظر من بهترینه، ولی فعلا حالا میخوای فعلا دستت کن یه بار فقط ببینی عظمتشو. اوکی. اسمش Great Sword. حالا البته خیلی سنگینت میکنه ولی خب فعلا. Great Sword 107% آورد رو. اوه 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 چه شمشیری. این باید این چیز... بیس دمیجش خیلی باید زیاده. تا چند ببریم؟ 15ش کنیم دهمونو. ده تا ده میبریم. Dark Souls 2 تا 10 میره. Dark Souls 1 تا 15 میره. نه نه خب. نه چیزمونو میگم. بکن عادی کن. چیو؟ نه لول خودشو نمیگم آه. نه لول خودشو نمیگم. آه چیزو میگی؟ Vitality رو میگی؟ آره. بهترین راه اینه که لخشی اجلا آسول دور من لخ بازی میکنم این... به تو هم توصیه میکنم لخ بازی کنم. خب فقط سپر و لخ. اوکی. آره یه سری چست هم توی Dark Souls 2 که اینه ترپ هم. ترپ چجوریه؟ علاوه بر اینکه میمیکن ترپ ها باز نکنی فقط اینو. نه این ترپ ها اینطوریه، تو چست رو باز میکنی یا از توش پویزن سبز میزنه بیرون که باید فرار کنی، یا یوها از توش یه دونه تیر کمون میاد بیرون سه تا تیر بهت میزنه. اگر دیدی باز کردی یه چیز سبز اومد بیرون سری در میری، یعنی داج میزنم به عقب. آره دو بار داج میزنی عقب. اگر دیدی آه. تیر کمون اومد جلو خیلی راحت فقط یه دونه شیلد اینطوری میگیری جلوش. اوکی باز کن ببینم چی در میاد. بگی شیلد. اما یه آیتمی هم برداشتم ندیدم چی بود، سری ردش کردم. اگه اینجا آیتم مهمش همونه بود که دیدی. خب دیدی 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 خب خوانم ما الان باید کجاها بریم که خیالم راحت باشه. داری محوط فایت رو جمع جور میکنی احساس میکنم. آره داریم فعلا ترتمیز میکنیم. کل لنگ ترتمیز ترتمیز میخوام تحویل بدم. آه این هم اینجوری سپر آه میخواست شمشیر بگیره پرچ پایین مثلا. آها آره الان میخوام برو پایین. نمیری کم شد چک زدم تو صورتش. بیا باید الان دو تا از اینا هم بذارم بیام پایین. همیشه درست صحبت کن. خب من میخواستم برم بک استاپ کنم دوال. امید جفتشو زد. الان دو تا گوزو تو کام وسط صد تا کامنت میاد میگن امید ماشینو کش هاشم اگه تنها بود نمیکشتشون. باش اینجا رو خیلی دقت کن. اون کشیه رو اون ته میبینی؟ همون کشیه هست که سمت راستمون بود اول. درسته. حالا اینو روشن کن، اینو بکش پایین تا ببین اون کشی چی میشه. بکش پایین اینجا هم بکش پایین. آه بکش پایین بکش پایین. خوب نگاه کن اونو. چیزی نمیبینم. کشتیه رو ببین. آها کشتیه زیرش سبز شد داره میاد جلو. آره به خاطر اینکه اینو کشیدی کشتی اومد جلو. حالا ممکنه بپرسی اصلا این کشتی باید چی اومد که چی این کشتی مرده های چیزه Dark Souls. یعنی عملا ما تو Sea of Thieves میمیریم میریم تو Dark Souls. داستانه این لند خیلی به نظرم قشنگه و وقتش به کینگ بندریک مربوط میشه. به کی؟ داستان اینه که به هی کینگ بندریک. اوکی داستان بندریک حالا چیه این وسط؟ ببین یه سرزمینی به اسم درنگ لیکه همینجا که ما هستیم. درسته. یه سرزمین خیلی آروم و خیلی خوبی بوده و اینا تا اینکه نفرین وارد این سرزمین میشه به شکل نامعلوم. خب آن نمیفهمیم که اصلا چرا این نفرین میاد. اوکی حتی اواخر بازی میفهمیم چرا میاد. خب یه نفرین میاد و این سرزمین رو غرق تاریکی و تباهی میکنه. اینم یه توضیح بدیم که Dark Souls 2 توی Age of Dark اتفاق میفته. Dark Souls 1 Age of Light.
و نکته جالبش چیه؟ اینه که آدم ها شروع میکنن به هالو شدن، یعنی آندد شدن و این کرسه روشون میمونه. ولریک میاد چیکار میکنه؟ میگه برای اینکه این آدم ها رو ما درستشون بکنیم، یعنی جدا بشن و یه جوره ایزولهشون بکنیم از آدم های تر و تمیز، میگم چیکار میکنیم؟ اینا رو از طریق نومنز وارف و از طریق یه سری کشتی اینا رو میبریم به سرزمینی به اسم لاست باستیل. لاست باستیل حالا کجاست؟ همون سرزمینی که تو اون عقابه برات داشت بردت اونجا و انداختت که گفتی که خب اینجا چیکار کنم، دوتا اونجا چست لوت کردی. درسته، آره. خب یه راه برای رسیدن به لاست باستیل از طریق اونه، یه راه از طریق اینه که این راه من بهتر میبینم چون توجیه میکنه جریان لاست باستیل رو. اوکی. و اون آدم ها رو میبره که اونجا نگه میداره تا درمانی روشون پیدا بکنه، یعنی در واقع قرنطینه میکنه اونایی که درگیر کرسن رو، تصمیم میگیره قرنطینه میکنه. اوکی. پس الان میبینی که اینجا چرا آدم های اینجا هم آندرن خودشون و همین که شکل ملوان و اینجور چیزا دارن، مثلا دزدایی اینطوری هست. درست. دلیلش همینه، به خاطر اینکه اینا مأمور این بودن که آنددای ونریک رو بردارن ببرن اونجا، و الان که میبینی خودشون هم درگیر این کرسه شدن. خب این با یه لایف شم داره این لند داستانش شخصا خیلی دوست داشتم. کجا رفت امید بچه ها؟ این بغل پیدا پایین، این بغل. خب درست اومدم. خب حالا هم اینجا نزدیک بود اینوری که اومدی بپرم و بپرم و تها بمیرم. در رو باز کنم میدونم بلدی؟ درم باز میکنیم. دو تا از این هست باید شد خیاله. این هم میتونی بک استاپ کنی یا نه؟ فعلا یکیه. دو تا نه ایده. خب میگم که حالا زدم بکستم، اومدم یکیشون رو بکستم بکنم و یکی زد به هم و واسه همین خواستم برم پشت یکی که نشد دیگه، ولی بالاخره اون دومی شد. خب حالا یا میتونی اینجا دوباره بپری به ماین دیگه، چیز خواست نه خواست. این جلو اینجا حالا یه اتفاقای باحال میفته. اون تهایی که داره اون وری میره ها، بریم اول تو این دره. خب اینجا رو ضربه میخوای بکن بزنی تو دیوار، دیوار رو بتره کنی. اولا که احتمالا ببینی نوشته چیزی هست اینجا؟ آره نوشته که آره گفته دیوار جلو تو بزن بکن توش. الو آره صدامو داری؟ امید صدامو داری؟ آره یه مدار صدات با لگ من دارم تو. اوکی نوشته که دیوار جلو تو بزن بتره کن، صدامو الان داری؟ امید آره آره صداتو دارم ولی یه مدار با لگه. اینترنت اینترنت اوکی. خب گفته این دیوار رو بتره کن، بتره کنم؟ نه دیوار رو نمیتره کنی، دیوار رو نمیتره کنی. نوشته این رو زمین میبینی اینجا ها؟ نوشته که ایلوسوری نمیدونم یعنی چی، ایلوژری وال اهد. ایلوژری یعنی انتظائی، یعنی چیزی که انگار واقعی نیست. برای اینکه متوجه بشی چی میگه، بیا دقیقا جایی که من وایستادم زب در بزن، بیا هم ایو بزن، بشست به دیوار ایو بزن. اینجایی که تو وایستادی، اینجایی که تو وایستادی که بغل منه که امید، کنار دیوار نیستی که. آها آها ثابت ثابت شدیم دوباره چیز شده. آها آها این همون مشکلات دارک سولزیه دیگه، الان من دارم حرکت میکنم ولی تو رو ثابت دارم میبینم. من هم همینطور. از این مشکلات لگای میخوای دیوار رو بزنم بعد درست شیشایه؟ نه دیوار رو نباید بزنی، اون دیواری که جلوش وایسادی جلوش یه ضبط در بزن، یعنی اون ایو بزن دیوار رو باز میشه. نه میگه از رو همین بود که بازش کنم، تو اوکی میشی یا نه؟ بعید میدونم، بعید میدونم یه الان الان خب الان من ثابتم، یعنی مثلا تو بری من نمیام، شاید میریم باید تو این سوراخ بریم، فرض بگیر مثلا تکیم بریم جلو ببینیم
تو هم ضربه میزنه. نه اینجا اصلا چیزه، اینجا اصلا اینطوری نمیشه. به خاطر بذار دارم بهت میگم چرا نمیشه چرا؟ اینطوری. به خاطر اینکه من الان نمیبینم تو داری چی کار میکنی، تو هم نمیبینی من دارم چی کار میکنم. خب اتفاقا خوب شد توضیح بده که این مشکل، ببینن چجوریه ما بریم این تیکر رو از اول بیایم جلو دوباره. بقید ضبط رو استاپ میکنم دیگه. آره این مشکل رو بگو فقط میشه چیه. این کار رو کرد؟ آره من این توضیح بدم. بعضی وقتا بچه این مشکل تو درست پیش میاد زمانی که یه مقدار اینترنت از حالت استیبل بودن خودش خارج بشه، یه دفعه شخصیت ها برای همدیگه ثابت ممکنه بمونیم و حرکت های همدیگه رو نبینیم اصلا دیگه به هیچ عنوان. در این حالت بهترین راه اینه که یه نفر از دنیا، یعنی اونی که فانتوم از دنیا نفر اصلی خارج بشه. ولی نمیتونی دوباره برگردی. من الان نمیتونم برگردم فعلا تو ورد، یا اینکه مثلا همین کنار ساین بذارم دوباره، یعنی بیام تو ورد خودم به اینجا برسم ساین بذارم. که پیشنهادش نمیدم. خب چیکار کنیم الان؟ میتونیم یه کاری بکنیم. یه چیزی نداریم که برمیگرده بونفایر. چرا هاموارد بون قاعدتا باید داشته باشیم. هاموارد بون فکر کنم یه دونه رو باید تو داشت، من که دارم. خب ولی من هاموارد بون صادر بکنم، تو باید صادر بکنم. من دو تا دارم. من از موردت الان رفتم. آقا ما الان این تیکر رو ضبط میکنیم، میگم ضبط، این تیکر رو میبندیم تا اینجا که اومدیم ادامهش رو دوباره با هم میریم. اوکی دقیقا. شما مجددا وله ببینید تا بیایم. یه دونه میخواد. اچه سلام، ما برگشتیم. وله رو دوست داشتین؟ از اون وله ها بودا، بابت وله هم نظر بدین. امید اتفاقا نظر امیدم مثبت، اینجا علکی گفت نه بالا بریم یا بریم تو سوراخ. این دیوار رو یادتونه دیگه، من اون پارت قبلیه سوراخ رو درست کردم. این چیه؟ جفت اینا رو باز کن. دوتا به این، پس ایلوژنری والای دارسوز دو پس با ضرب زدن باز نمیشن، با ضرب در زدن یا همون جلوی دیوار. آره. خب این که یه دونه فایر بوم بهم داد، اینم لارج تایتان شارت داد بهم. این واسه شمشیر است که برداشتیم. لبل آره لبل آره آره بزن امیدو بزن. آره امیدو بزن. حالا برو گم شو. یه عشق من حالا ببین این کیه؟ چه عرق دابلان اسمش. یا اولفز ریشو قیافه رو شید. خب حرف بزن. خیلی خوبه. دقت میکنی چقدر شبیه ایمت برنه؟ آره کپی آرشه. وای کپی آرشه نگاه. ولی صدا آرش انقدر کلوف نیست، ظریف‌تره. چی میخوایم؟ گاولان عشق منه بچه. معلومه انزلی چی خرابه ها. چی؟ ببین گابلان تنها کسیه که ازت متریال میخره. خب ولی میفروشه هم. آره بهت هم میفروشه ولی الان ازت چیزی نخر. چیزی هم نفروشه هم؟ آره میفروشه. این سه جایی بازی باید این رو پیدا بکنی. سه جا جای سوم که پیداش میکنی دیگه ثابت وای میسته، دیگه حرکت نمیکنه. الان اینجاست، دفعه بعد بیایی اینجا دیگه نیست. آقا آرش رو پیدا کردین، سه جا میبینینش، جای سوم انزلیه، اونجا دیگه تکون نمیخوره. آره خب اینجا میشه یه دونه شورتکات. داداش لیوانت خالیه دیگه، چی اعمم هم میخوری؟ اینجا میشه شورتکات؟ آه به کجا؟ بیا بورد کات کرده ولی خواه رو یه جوره یارم به تو بزن. چه رفت اون بر؟ اصلا میبینی انقدر این شیل درسته؟ آره هیچی نمیشه اینا میزنن. آقا این شیل رو بگیری هیچیش نمیشه اصلا. بتون آرمش لعنتی. اینم باز کن. اوکی
چی داد؟ ریپیر پاودر داد و بازم تایتن شارد داد بهم. حالا دیگه آیتم های لیول اپ هم دیگه بکنیم. بارا پایی یه بک میزنه رو هری. اوکی چقدر تنگ لباس اینجا. اینجا این تو هم یه لباس کامل، یه دست لباس کامل سته، یه دست سته. ستو بیاریم بالا. اوه یه ست بندیته. آره این به درد نخوره از همینایی که میبینیه. من همین آره. لباس این آتش خاله هست. بزنم بیا تو. یکی هست آخه. آره. این دیگه خوبه دیگه، قشن یکی شیلد میگیره یکی بک استپ میزنه. آره بسه چهار تا سایه درد نخورن. اوکی خب خب حالا حالا میام دوباره بالا. میام دوباره بالا. یه سوراخ اینجا تو پایین بود، نمیریم، کاری بهش نداریم. ره چطوری؟ امت ماشاءالله لیوان آرش هم خالی بشو نیست. یا ابوالفضل اینجا کجا بود نزدیک بود بیفتم پایین؟ دیگه نیست بابا بیا. خب اومدم. آره بریم پایین. اینجا دو تا از این. اوه اوه اینه تا میکشی من برم یکی رو بزنم. بیا اون دیگه اون میخواد ها بپا مرد. آه این هم مرد. اوکی. آه یه چیزی بهم داد. خب یکیشون از این سوراخ پرید بیرون. نه نه کنی نه. خب یه ای آیتم این تهه اینجا هست. این آیتم اینجا رو بردار. من میرم اینو بکشم. هیومن افلیجی داد بهمونو. تو هم اینی که کشتی هیومن افلیج داد. آره اینم نگاه نکردم چی داد. این چی کسکول رفت پایین چرا؟ بدبخت. خب شورتکات اینجا رو باز کن که اصل شورتکات اینه. بزن یکی دیگه. شورتکات اینه؟ این خیلی شورتکات. آره ته شورتکات این. بک استپ میکنیم پلو. ببین به کجا باز میشه؟ کجا باز شد؟ آها اول 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 اینجا که اومدیم. آره مانا هم دوباره صدای بومفایر رو شنید. بومفایر آره مانا خاطر مامی بومفایر چطوره؟ بومفایر هم هم اوکی. این کیه؟ خب این یارو الان خیلی محل سگ بهت نمیذاره. زمانی که اگه اشتباه نکنم یا فیت یا اینتلیجنس، یه کدوم این دوتاست فکر کنم اینتلیجنس، برسونی به 13 اینو میتونی بیاریش مجولا، یعنی تازه تحویلت میگیره. برای کدوم کلاسه؟ واسه ماجیک بازا و سورسری بازا به درد میخوره. آفرین ماجیک. یه توضیح هم بدیم که خیلی مهمه. بگو. یه توضیح خیلی مهم برای کسایی که میخوان پلاس بکنن، این آدم حتما باید بیاد کلیر ماجولا. آره چون یه تروفی داره بازی که تمام ام پی سی هایی که میتونن رو بیاریشون توی ماجولا. خب آقا ماجیک بود. از بچه هم چند تا گفته بودن که چرا این سری ماجیک بر نداشتی. من یه کلاسی بر میدارم که راحت باشم، حالا خودم اوکی تر باشم. شاید من وسطش تغییر کلاس میدم، یعنی لول هم ریسیت میکنم واسه اینکه بچه ها آیتمش هم که داری با ماجیک هم یک بگیر. آیتمش هم که بزن بزن بابا ببین. آفر خب حالا رینگ تو در نه الان رینگ تو فعلا در نیار. الان فعلا رینگ تو در نیار. بریم کل کشتی رو ترتمیز کنیم قبل از اینکه بریم تو باس فایت. برمیگردیم اینجا ساین لوکاتیلو
چیز میکنیم که لوکاتیل اینجا دمیج نخوره، خب، که تو خب باس فایت زنده بمونه. اوکی، الان بریم چیز کنیم توت کشتی و پس به ترتمیز. بچه اینم آره آقا پس به بچه لوکاتیل رو اینم یاد بدیم، آره بگو که لوکاتیل باید توی فایت زنده بمونه اگر میخوایم داستانش رو ببینیم داتا. پس خب اول محیط فایت رو تمیز میکنیم. آره چون اینا های دمیج میزنن دیگه، بعد لوکاتیل هم علاکی بیشتر دمیج میخوره به فاک میره. اون برم بزنم اینو یا آره یه انمی هم اینجا هست که به نسبت انمی شاخیه. آفر یکی اینجا سپ اینا چیز داره، اینو میگی؟ دقیقا دو نفری بازی میکنی، یکی سپر بگیره اون یکی هم بزنه. آره به همین سادگی. هیچی هم دمیج نمیکنه. حالا بریم لوکاتیل رو بیاریم. پس اگه بچه ها دقت کرده باشن میفهمن که ما اینجا عمدن لوکاتیل رو نیاوردیم که یه وقت دمیج نخوره که امکان مرگش بی دلیل بالا نره. رینگ تو بردار به ساین لوکاتیل رو ببین اینجا هست. باید ایکس میزدم برش میداشتم. اینو بر میدارم. لوکاتیل اینجا ساینش اینه فکر کنم. این بیرو همینه. بله لوکاتیل آف میراس میزنیم. میاد بعد دوباره رینگو بندازم یا نه؟ آره رینگو بنداز. این توضیح هم من بدم، لوکاتیل یه مقدار خنگ چیزش ای آیش، واسه همین تو جاهای باریک و اینا ترجیحاً یه جوری حرکت کن که این نیفته پایین این مونگول. پرت نشه. خود تنها برو جلو فعلا، لوکاتیل هم نمالت بیاد، خیلی برجه برجه نکن که این نیفته یه وقت پایی. بعضی وقتا این حماقت رو میکنه و مثل تاپاله میفته پایین. برو تو اونم بید اومد؟ هایی اومدی بچه؟ دند عقب نرو داداش. خب باز توضیح نداره. باز اینجا خیلی باحاله، باز اینجا کاملا اگزو سوپه واسه پلیرهایی که میخوان کوآپ بازی بکنن، یعنی قشنگ دووریه. دو تا این میزنه دو تا اون میزنه. آره بعد جالبیش اینه خود باس هم دووریه، یعنی دو نفرن به هم کمر چسبیدن. خب با برادران تاچیوانا قراره بجنگیم. حالا گربه سگه بیشتر از اینا. آره اینا ازشون دو تا بیشتر تو بازی نیست، یه دونه اینجاست یه دونه هم بعدا ماب بشه. برم تو به سرزمین بعدی اینا ما شهر برو کاتسین هم نداره اینا پا مینی باستن. سلام بر آنا باستن. ببین الان گرفت ما اینه الان اتا الان میگیره رو یا عقب یا عقب اسکل الان میمیری. چرا این دفاع نمی کنه؟ سیدی؟ حالا میگیره رو من رفتم حالا آر یه قوله اینجا ریز میکنه افا بابا این اسکل رسمن نرو جلوش. تمام خب مرد. این لوکاتیل این چقدر نمیخوره؟ اوکی نه دیدی ولی چه شربه فول بود بیا از این برو تو باشا اومی. خب از اون برو تو نه یه دونه چست جلو تو میبینی و ترش هم یه دونه حالت یه چیزی کاملا مشخصه چست که اینجا بعد از حالا اون نرده بونه به یه جایی میرسی که باشه اینتراکت بکنی میبینی که کشتی حرکت میکنه و میره. فقط تو این چست نیست فقط نرده بونه. چرا بری آره تو بری بالا نرده بونه. آها بالای نرده بونه من فکر کردم زیر نرده بونه. آره یعنی پایرومنسی هم بهت میره فایر باله اسمش. آها یه چست اینجاست یه قطب نمای چیه بغل ماست خوشگل هم هست. آره اون قطب نمایه اون قطب نمایه تو رو میبرد به سمت چیز دیگه منتها قبلشون که چیز رو انجام بده خب بستر رو باز کن.
چستر رو که باز کردم برم رو قطنما و اگزامین کنم. آره حل دادش. بریم کاتسین رو ببینیم چند چند وقتی این کار رو میکنی این کاتسین میشه و عملا تو کاری که مردم یعنی اون پشتی ها انجام میدادن و مردم رو میبردن اینجا تو میبینی. یعنی ما عملا داریم میریم به سرزمینی که نفرین شده ها توشن الان. آره آره اوکی. حالا یک کاتسین شد تو رو میبرد تو اونجا دوباره میایی توی لاست باستیل منطقه یه سمت دیگه. اوکی اون وقتی تو باید شدی ته لاست باستیل بود این وقتی که تو اومدی اول لاست باستیله. حالا وارد چیز شو وارد یه ثانیه وایسا یک لحظه اجازه بده یکی از بچه‌ها ما الان داریم رکورد میکنیم ولی تو کانالم نوشته چطوری باید ساب کنم. من الان چیز زدم لینک ساب توییچ رو زدم. یکی بچه‌های توییچ خب بگو چیکار کنم. آها خب الان از کشتی طبیعتا خارج شدی. آره این سرزمینه شدی که اسمش لاست باستیله. مسیرت کاملا مشخصه یعنی هیچ پیچیدگی نداره. درسته میری جلو ترش برسی به یه دونه چیز به یه دونه آسانسور ترش برسی یکی دوتا بده میام چپرشلاغ میزنی اون واسه بابا قفل رو بر نداره نمود برای این بار یه قفله ما رو کرده ها. میخواستم اینو وکستب کنم سر اسکلوازی این چیز شد. بابا بمیر خدا وکیلی وکستب نخواستیم. خب برو دوتا رو زدم سر اینکه لاک چینج میشه دوتا انمی بود نذاش وکستبش کنم. آسانسور رو این اهرامش رو بکشم الان بکنم بتونی بری تو آسانسور بره بالا خودش دیگه. آها اهرامش اصلا نمیشد بکشی رفتم روش. آره خودش رفت بالا میره بالا. حالا اینجا جالب میشه نها کن یه مجموعه زندان میبینی اینجا. چی رو میبینم؟ وقتی میری تو بالا یه مجموعه زندان میبینی. آها یه سوراخ بود توش یه چیزی بود اون سوراخ زندان بود. آره آها الان دیدم آه این بالا این بالا مجموعه زندانه. حالا تو زندان ها حرکت میکنی یکی از زندان ها سمت چپ درش بازه توش بونفایر که پل نمیخوره میره بالا. آره آره که پل نمیخوره بالا درش سمت چپتو نها کن ببین توش. آه تو یکی از اینا درش بازه یعنی تست نکنم درا رو. نه نه اصلا در بازه اصلا در نداره. دست چپ اینم نیست اینم نیست. آها دیدمش. آه یه جعبه هم هست اینجا. نه جعبه نیست. الان فست تراویل کنم برگردم چیز دیگه احتمالا ماژولا. آره باید ماژولا که لیول اپ تو یه بنده خدایی به اسم سینا موهب وسط چیز OBS هم چت کرده که چطوری باید ساب کنم ویدیوها رو ببینم تویچ تازه نصب کردم. ویلکام تو تویچ. ویلکام بویز. بچه هایی که دارین یوتیوب میبینین همونجا توی کپشن تویچ هم هست برین اونجا وارد تویچ هم میشین. آفلاین هم باشم علامت تعجب ساب رو تو چت بزنین لینک ساب تویچ میاد. قصه ساب تویچ با یوتیوب فرق داره. خب من تو ماژولام لول اپ کنم الان سولمول نتره کنم. نه نه سول نزن. خب سول نمیزنیم. بعد حالا که سول نمیزنیم بینیم تو کار لول اپ و خب چی رو بدم بالا؟ 15 20 هم من جایی تو باشم فعلا همه رو میدم به ویتالیتی. آه که سری شمشی رو بتونم بگیرم. دقیقا و بتونی لقشی شمشی رو بگیری. خب کردم 15 20 15 30 شعنی ویتالیتی مو 15 کردم. حالا و... کلن لقش رو کلن لقشی یه دونه از تبرات رو یا یکی از تبرات این شمشی رو تو بذار. خب بذار لباسا هر چی زره کلاه خود هر چی دارم در بیارم.
هرچی هست در بیار. این لخت اور لخت اوخ او چه لخت سسکی هم شدم. شکلاتی آه واه واه گریت سورد منظورته دیگه آقا. 63% 63% تموم شد و رفت. خب الان من یه مثلا دستکش دستم کنم. نه نمیخواد بابا اون جایی تو نمیگیره مشکل باشه. ببین 66% یه دستکش دستم کردم. لباسم نه، کلاه خودم نه، یه پاچه ورمالیده یه خوشگلم بندازیم. این پاچه ها چطوره؟ آخ نه 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 سنگین شدم، سنگین شدم آمد. شد 72%. توف به این زندگی. این چی؟ این 68.9%. نگاه کن چقدر خوشممه شدم تو این صحنه. یک عدد شلوار کردی پوشیدم شدم شبیه چیز. یه مقدار فاصله بگیر از و همه ام پی سی اونجا، چون قدرت و با اون ضربه‌ای که این شمشیر میزنه خیلی زیاده. خب بذار شمشیرم زیاده. یه تست بکن شمشیره رو بزن. تبرم هم باشه. آه اینو بزنم. آها شمشیر. خب ام پی سی اینجا هر جا میریم ام پی سی بذارم این پشت کنار درخت این دخترم نباشه. خب اول یه ضربه قوی میزنیم. ووپ. خب این که میزنه تو سرش. حالا این چی؟ او وای قشنگ یه سیتا. حالا یه تو هند بکن، یه تو هند کن، آردو بزن. یا اول اوه اوه میچرخه و یه ضربه از زیر میزنه. حالا وایس اگه با همین قدرت وقتی بک استپ میزنی، ببین این بک استپش رو وقتی میزنه یارو میذاره زمین، یه دونه میزنه یارو هفت دور دور خودش میچرخه میفته پایین. یعنی میزنه قشنگ کتلت میکنه. اینو یه لول، اینو چند لول هم میتونم بدم بالا؟ الان نه، الان پول ندارم. پولم میخواد. آره واسه آبگیری الان پول نداری فعلا وایس. آره الان فعلا میتونی وایس واسه چیز. ببین اونجایی که لند بعدی یعنی لاست باستیل لند طولانیه، خب من پیشنهادم اینه که بذار بهتم بگم یکی دو تا هم باس هم بیشتر نداره، ولی یکی از باساش که اصلا کلا آپشناله. البته از نگاه تو 7-8 تا باس داره اونجا از نگاه تو. اوکی چیزه نه. آره یعنی کون به کون، چون مینی باس زیاد داره اونجا، باس اصلی هم دوتا داره. من پیشنهادم اینه که پارت بعدی بریم تو لاست باستیل، اینو اینجا ببندیم. حله چون تو لاست باستیل خیلی کار داریم. عالیه بچه ها. من الان که ازتون خدافظی میکنم میرم تو ورد امید و یه دست دیگه هم میزنم جاتون خالیه. ولی اینکه طبعا وقتی هم که قسمت چهارم رو شروع میکنیم، چون تو ورد امیدم زدم سولام و ترکوندم و لیول اپ هم کردم شمشیر رو، یعنی زورم از اینی که هست الان بیشتره و ورد بعدی که میریم قطعا بونوانه یه شمشیر تو فقط لیول اپ نکن. شمشیر تو لیول اپ نکن الان نمیکنم. اول قسمت بعد. آره اول قسمت آه که ببینن راست میگه آقا لول اپش نمی کنیم. یعنی من با امید رفتم و میذاریم اول قسمت چهارم آپگریدش رو میزنیم. امیدواریم که لذت برده باشین. امروز برخلاف قسمت قبلی که 4 تا باس فایت داشتیم، به قول امید و به قول من یه دونه باس فایت داشتیم، این قسمت کلا یه دونه بود، ولی باحال بود. من خیلی دارم حال میکنم. تا الان نظرم اینه که دارک سورز 2 راحت تر از دارک سورز 1 در مجموع، یعنی اسکیلی که میخواد توی فایت کردن تا اولش ذره غریب بوده، یعنی همون اولش ذره احساس غریبی میکردم با بازی، ولی همین استان شدن و قلنچ کردن انمیاب خیلی داره حال میده به هم. و اینکه مرسی که همراهی میکنین، کامنت بذارین مثل همیشه. واقعا نسبت به کانتنت سولز من محبت دارین. من اینجا یه چوبکاری هم بکنم بچه ها، من فقط دارک سورز استریم میگم، استریم محتوا نمیذارم یوتیوب، کلی ویدیو دیگه هم میذارم. شاید مثلا الان شما ویدیو فورگاتن ان رو دیده باشین، یا ان فراموش شده اسم بنده خدا انه، ولی یا چه میدونم بی هولدر بقیه بازی ها، اونا هم داستانای قشنگی دارن، راجبشون حرف میزنم. و اینکه حتما اونا رو هم ببینین، همونطوری که دارک سولز رو دنبال میکنین
یه دنیا ممنون از امید که هست، که خیلی میتونه بهتر از من داستان دارک سولز رو بهتون بگه. من پارت خدافزیمو میذارم رو صحبت‌های امید، در واقع این حرکتی که قراره بزنم. امیدم اگه صحبتی داری بکن. فقط بچه ها یادتون نره سفارش نکنم، هم من هم امید اطلاعات توییچ و اینستاگرام و این چیزامون تو کپشن هست، امید یوتیوبش هم تو کپشن. ببینید هزار بار دارم تاکید میکنم، میخوام هر ویدیویی میذارم یه تعداد ساب امیدم اونور بره بالا، اینجوری نشون بدین که توجه هم داشتین به گفته هایی که تو بازی داشتین. امید جان بفرمایید. مخلصم بچه، واقعا مرسی از اینکه اینقدر حمایت میکنین، پیگیرین. ما واقعا خوشحالیم از اینکه این اتفاق داره میفته. این حرفی که هاشم زد خیلی برای من مهمه. بچه اگر ساب بکنید من واقعا ممنون میشم. اون بحث هزار تایی شدن ساب من خیلی مهمه، یک. و مهمتر از اون اینکه من بعد از اینکه هزار تایی بشم یک سری محتوای انحصاری برای سولز میخوام تولید بکنم که میدونم نمونهش رو تا الان ندیدین و میخوام سولز رو به یه شکل متفاوتی روایت بکنم واسه تون که با داستان سرایی دارک سولز بیشتر آشنا بشین و اینکه ببینین خب در پس این که مثلا من یه حرفی میزنم چجوری این معماها بغل هم دیگه قرار میگیره، راه دارک سولز شناسی رو در واقع میخوام بهتون یه جوره یاد بدم. ممنون میشم واسه همین ساب بکنین و انگیزه هم من و هم هاشم رو بالا ببرین واسه تولید محتوا. مخلص آقا، خدافظ، مواظب خودتون باشین فعلا.